چین و روسیه مانع از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه قانون امر به معروف طالبان شدند. بر اساس بیانیه شورای امنیت، چین و روسیه گفتند که قانون امر به معروف طالبان مسئله داخلی افغانستان است و نیاز به صدور قطعنامه نیست. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. قرار بود شورای امنیت ملل متحد به تاریخ 21 آگوست برای محکوم کردن قانون جدید امر به معروف طالبان درباره زنان قطعنامه ای صادر کند، ولی اکنون اختلافات میان اعضای این شورا مانع صدور این قطعنامه شده است. شورای امنیت در بیانیه خود با اشاره به این اختلافات میگوید دو عضو دائم این شورا از صدور این قطعنامه ممانعت کردند. هرچند این بیانیه از این دو کشور آشکارا نام نمیبرد، ولی میگوید که آنها استدلال کردند که قانون امر به معروف مسئله داخلی افغانستان است و در حال حاضر سزاوار صدور قطعنامه نیست. بر اساس بیانیه شورای امنیت که روز دوشنبه منتشر شد، برخی از کشورهای عضو این شورا از جمله فرانسه، بریتانیا و آمریکا استدلال می‌کنند که اگر طالبان مایل است که به رسمیت شناخته شود و کمک‌های اقتصادی جامعه جهانی را به دست آورد، باید ارزش‌های جهانی را رعایت کند. قانون امر به معروف طالبان که زنان را مکلف می‌نماید تا همه بدن خود را بپوشانند و خارج از خانه حتی صدای آنها نیز نباید شنیده شود، با انتقاد گسترده سازمان‌های حقوق بشر و ملل متحد روبرو شده است. واکنش ها به این قانون در حالی است که به تازگی یافته های گزارش مشترک مؤسسه جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت و مؤسسه تحقیقات صلح اسلو نشان می دهد که افغانستان تحت سلطه طالبان بدترین کشور برای زنان است. بخش زنان سازمان ملل متحد هم می گوید که سلامت روان زنان در افغانستان رو به وخامت است و بر اساس نظرسنجی ها از هر 10 زن در افغانستان 7 نفر از آنان از مشکلات روحی و روانی رنج می برند. همراه هستیم با آقای مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای مطهری، به نظر شما دلیل ممانعت چین و روسیه از تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه طالبان چیست؟ سلام و درود خدمت شما و سلام و درود خدمت کسایی که ما و شما را میبینه. من سلام تقدیم میکنم خدمت شما. عرض شود چین و روسیه اکنون با همکاری و حمایت طالبان در افغانستان دنبال منافعشان هست. با سقوط نظام قبلی افغانستان، زمینه استخراج معادن، زمینه تاراج معادن افغانستان برای روسیه و چین بسیار باز است. اکنون هم یکی از موضوعات که روسیه و چین هر روز از گروه طالبان در افغانستان و در نشست‌های جهانی حمایت میکنه، موضوع استخراج معادن افغانستان است که امروز معدن میس عینک و همچنان معدن آهن حاجیگک، زمرد پنجشیر، گاز شبرغان این جزء معادن است که امروز قراردادهای اینا با چین و روسیه دولت طالبان بسته است. و از طرف دیگر تمام نیروهای اطلاعاتی و استخباراتی چین و روسیه امروز در افغانستان کار میکنه و تلاش میکنه. و از طرف دیگر در گذشته هم یک از حامیای اصلی طالبان در افغانستان چین و روسیه بود که تلاش میکرد آمریکا را از افغانستان متحدین آمریکا را اخراج بکنه. و همچنان موضوعی که برای مردم افغانستان مهم است، امروز اگه زنها از درس میمانه، اگه امر معروف طالبان و دولت طالبان قانونای سخت را بر زنها در افغانستان و اقلیت‌های مذهبی وضع میکنه، مردم افغانستان یکی از عوامل و یکی از عاملها روسیه و چین و کشورهایی که از طالبان حمایت میکنه اونا را میدانه. متاسفانه امروز ما و شما شاهد این نشست هستیم که روسیه و چین از قانون اخیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان حمایت کرده. گویا امروز روسیه و چین بانی و حامی شده که طالبان نگذاره زنها و دخترهای افغانستان درس بخونه، تحصیل بکنه و کار بکنه و همچنان اقلیت‌های مذهبی در افغانستان در بدبختی زندگی بکنند.
و موضوع بعدی ما به شما ایره گفته میتونیم که چین و روسیه و همچنان دیگه کشورهای آسیایی تلاش میکنه که مردم افغانستان فقیر بمانه، مردم افغانستان از درس و تحصیل دور بمانه تا روسیه و چین در کشورهای آسیایی بر قدرت بمانه. این دو تا از موضوعات بود که چین و روسیه تلاش داره که در افغانستان نیروهای استخباراتیشان حفظ بکنه، بله، منابع افغانستان را تاراج بکنه و از طرف دیگه نمیگذاره که مردم افغانستان و زنان افغانستان رشد بکنه و به علم مدرن روز راه یابی پیدا بکنه. بله، از شما سپاسگزارم. مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد.